نگه داشتن زندانیا تو زندانهایی که کمترین امکانات بهداشتی رو ندارن، یعنی حتی امکانات زندگی عادی در ایران آخوندزاده رو هم ندارن، خب خودش یک جنایت بزرگیه. مشخصه که زندانی این شرایط رو تحمل نمی کنند و دست به شورش می دن. گزارش رو با هم ببینیم در مورد فرار زندانیان از زندان سقز. پلیس راه سقز خروجی رو بستن. خب ارتباطمون با امیر از کانادا و از امیر عزیز بفرمایید. الو سلام از بنده. سلام مخلصیم. صدای منو دارین شما؟ بله بله خیلی خوب بفرمایید. قربان شما. سلام به تیمای آزادی و آزادگان. بعد در رابطه با مسئله سختی که در کشورمان امروز بر مردم محروم ما حاکم هستش و این دنیا پرستان در کشورمان که با دروغ و ریا و تزویر در حکومت هستند و ادعای خدایی دارند، نه دین دارند، نه مسلمان هستند و نه به قرآن اعتقاد. خمینی نمادی از شقاوت، عقده و جنایت، خامنه ای نمادی از دزدی و چپاول و پلیدی و هرزگی و ریاکاری. اعمال این شیاطین با عمامه و عبا و نعلین هیچ شباهتی به دین خدا و اسلام و قرآن ندارد، جز پلیدی و جنایت و شیطان صفتی و کفتار گونه زیستن. بیش از 40 سال فرومایگی، زندانها پر، سرکوب ادامه حکومت این هرزگان، کشتار به نام دین و خدا و اسلام و قرآن آیا آبروی دارند؟ هرگز. این دنیا پرستان پلید فقط به پول و خوردن مال حرام اعتقاد دارند و بس. این پلیدان از خامنه ای تا رئیس جمهور خبیثش روحانی در این روزگار سخت و بحران کرونا همه امکانات را برای خدمت به مردم را به جیب خود فرو بردند و درخواست پول نقد هم دارند. از امکانات بشر دوستانه برای چپاول بیشتر به جیب‌های کثیفشان. امروز بیش از 12,500 نفر از مردم درمانده جانشان را از کف دادند و آن کس که می آید با ریا و دروغ نمایان می شود خامنه ای کفتار صفت و روحانی ریاکار ایادیشان در روز روشن چرند تحویل مردم می دهند. ای ننگ بر این نظام دست جنایتکار که ثمره جز پلیدی و بیکفایتی ندارند، جز هرزگی و جنایت. زنده باد آزادی،
سلام به پرستاران و نرس‌ها، دکترهای جان برکفی که دریغ از جانشان ندارند در خدمت به مردم. سلام به کانون‌های شورشی و ارتش آزادی. مرگ بر رژیم شیطان صفت آخوندی و به امید آزادی وطن دربندمان پیروز و سرفراز باشید ای آزادگان. درود بر شما امیر عزیز از کانادا، چه خوب اشاره کردید و به جا. تشکر از همه کادر درمانی و پزشکان و پرستاران شرافتمندی که با وجود همه محدودیت‌هایی که رژیم ایجاد کرده با احساس مسئولیت به نجات هموطنان خودشون قیام کردند. و باز اشاره کردید به زندان‌ها، چه اشاره به جایی. زندان در زندان در زندان توصیفی است که یک هموطن در فضای مجازی کرده بود و نوشته بود که ایران که خودش یک زندان بزرگه، در داخل این زندان بزرگ برخی در داخل زندان‌های این حکومت زندانی هستند و الان هم که کرونا اومده یک زندان هم به زندان اونها اضافه شد. یعنی دست بسته در زندان‌ها بمانید تا بر اثر بیماری جان بدهید. این پیامی است که حکومت آخوندی به زندانیان میدهد. اما از اون طرف خبر شورش و فرار زندانیان رو میشنویم و تصاویرش رو میبینیم و این تنها کاری است که از زندانیان شایسته است. به دنبال شورش زندانیان زندان تبریز، رژیم آخوندی اقدامات وحشت آلودی رو در سطح شهر تبریز انجام داده. تصاویر رو با هم حول این اقدامات رژیم اجازه بدید که ببینیم. سخنگوی مجاهدین به زندانیان شورشی درود فرستاد و بار دیگر تأکید کرد در چنین وضعیتی راه حل شورش و آزادی است تا رژیم مجبور به آزاد کردن تمام زندانیان شود. مقاومت ایران همچنین خواهان مداخله فوری سازمان ملل برای نجات جان زندانیان شد.